یک نکته‌ای وجود داره. من سوالم از شما این هست، ببینید شما اتفاقا به صورت خیلی منسجم از ابتدای انقلاب تا حالا یک موضع مشخصی رو داشتین و به صورت مداوم رو ادامه دادین. شما در تمام برهه‌ها باختید، یعنی مرحله به مرحله سازمان سیاسی شما بعد آرمان‌های سیاسی شما کنار زده شدن و این اجازه بدید من حرفم تموم بشه نشت. اجازه بدید من حرفم تموم بشه. ببینید این نکته اول، یعنی شما چرا مردم باید این بار اعتماد کنن به حرف شمایی که از نظر سیاسی عرض میکنم بینش سیاسی شما، محاسبه سیاسی شما مدام غلط بوده، یعنی مدام شما در تمام این انتخابات ها پیشبینی‌هایی کردین، گفتین این اتفاق میفته این بهتر میشه بدتر شده. اتفاق دیگه این هستش که شما میگی رئیسی بره کنار فلان، خب رئیسی رفت کنار، رئیسی رو مردم کنار زدن، کشته شدن، اومدن تو خیابون کشته شدن، مجبور شدن برش بیان تو خیابون. بنابراین من حرف شما رو کاملا متوجه هستم که شما میگین اگر شورای نگهبان به عنوان مهمترین مانع قانونی سیاسی در جامعه ایران بره کنار، فضا برای انتخاب دموکراتیک باز بشه. این کاملا حرف درستیه. مسئله اینه که شورای نگهبان بالاترین، از لحاظ حقوقی عرض میکنم، بالاترین و عضو به اصطلاح انگلیسی ایندیویزیبل، یعنی جدایی ناپذیر از هویت و ساختار سیستم سیاسی است که بر سر کار در جمهوری اسلامی ایران. شما یا باید در کنار ما این جمهوری اسلامی رو تلاش بکنید برای سرنگونی، یا این که چیز. ببینید این خیلی جالبه که شما میگین ما واقع بین نیستیم، در صورتی که شما که خودتون رو واقع بین میدونید نگاه میکنید، نگاه میکنید به عمل کرده شما. بسیار خوب، اگر ما هم واقع بین نگاه میکنیم، من از شما میپرسم آیا این واقع بین نیست که شما یک تجربه رو به صورت استمرار مدام هیت امتحان میکنی، هیت خب این بنیادگرایی است جناب. بگذارید همین سوال رو آقای شمس از آقای نگهدار میپرسیم.